به نام خداوند بخشنده مهربان، ستونهای امنیتی اجتماعی. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند، ایمنی از آنها است و آنها هدایت شدگانند. گواهی می دهم نیز معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود و رحمت و برکات الله بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین آنان باد. اما بعد، در حقیقت نعمت امنیت از بزرگترین نعمتهای الهی است که ذات ذوالجلال بر بندگان خود ارزانی داشته است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. برای شکر الفت و انس قریش، همان الفت آنها در سفرهای تجارتی زمستانی به یمن و تابستانی به شام، پس باید پروردگار این خانه یعنی کعبه را پرستش کنند، همان پروردگاری که آنها را از گرسنگی نجات و طعام داد و از ترس و خوف ایمنشان داشت. و در آیت دیگری فرموده است: اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. آیا ما آنها را در حرم امنیتی جایشان ندادیم که ثمرات و فرآورده های هر چیزی از هر سو به سوی آن آورده می شود؟ این رزقی از جانب ما، ولیکن بیشتری آنها نمی دانند. و در آیت دیگری چنین فرموده است: اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم، در حالی که مردم از اطراف آنان را بوده می شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله ناسپاسی می کنند؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: هر یکی از شما که از امنیتی روانی یعنی جانی و سلامتی جسمی برخوردار است و خوراک روزانش نزد او یافت می شد، گویا از تمام دنیا برخوردار است. بدون تردید، ایجاد امنیت عمل اجتماعی است که همه افراد مجتمع در آن شریک هستند، چون امکان ندارد هر فرد به تنهایی خیش امنیت را برای خود و خانواده خود جدا از باقی افراد جامعه تامین کند، چون مردم در مجتمع و کشورهایشان شبیه مسافران کشتی هستند که طوری که امکان ندارد در وقت تخریب کشتی برخی آنان نجات یابند و برخی دیگری غرق شوند. پیامبر علیه السلام می فرماید: مثال کسانی که حدود الهی را رعایت می کنند و آنان که رعایت نمی کنند، مانند گروهی از که سوار کشتی می شوند و با غرکشی برخی از آنها در طبقه بالا و عده‌ای در طبقه پایین قرار می گیرند. آنانی که در طبقه پایین قرار می گیرند برای دسترسی به آب به طبقه بالا رفت و آمد می کنند. لذا می گویند بهتر است برای این که مزاحم همسفران خود در طبقه بالا نشویم، سوراخی را در طبقه پایین ایجاد کنیم و از دریا آب برداریم. اگر مسافران طبقه بالا معنی آنها نشوند و آنها را به تصمیمی که گرفتند آزاد بگذارند، همگی هلاک یعنی غرق می گردند، و اگر معنی آنها شوند، همه آنان نجات می یابند. و برای این امنیت اجتماعی ستونها و اساسهای از برخی آن تقویت بود ایمانی که باعث تحقیق آرامش در مجتمع می شود و مجتمع را از تندروی و تخلفات فکری نجات می دهد، طوری که خداوند متعال می فرماید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. همانا کسانی که ایمان آوردند دلهایشان به یاد الله آرام می گیرد. آگاه باشید تنها به یاد الله دلها آرام می گیرند.
پس ایمان با الله یگانه امری است که امنیت داخلی افراد مجتمع را متحقق می سازد و در نتیجه امنیت کل مجتمع تحقق می پذیرد. برخی دیگری آن رعایت جانب اقتصادی است که این بخش بر کار و تولید و تخصص و کارشناسی استوار است. بنابراین دین مقدس ما بر کار کردن و تخصص داشتن در کار و انجام آن به وجه درست دستور داده است. خداوند متعال می فرماید وقل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید پس به زودی الله و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و به زودی به سوی الله دانای پنهان و آشکار بازگردانیده می شوید پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. و در آیت دیگری فرموده و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. و همان گونه که الله به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز در زمین در پی فساد مباش، بیگمان الله مفسدان را دوست ندارد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده یقینا خداوند متعال دوست می‌دارد وقتی یکی از شما کاری را انجام می‌دهد آن را با ادغام و تخصص و درست انجام بدهد و با این کار امنیت و استقرار مجتمع متحقق می‌گردد. و برخی دیگری آن استحکام بخشیدن ارزش‌های همبستگی و مهربانی اجتماعی میان افراد مجتمع است. دین مقدس ما به این بخش توجه ویژه نموده است، پس زکات را فرض نموده و بر ادای صدقات تشویق کرده است، وقف را جایز دانسته و بر آن تشویق کرده، چنانچه خداوند متعال می‌فرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق میکنند همانند دانه ای است که هفت خوشاب که در هر خوشه 100 دانه باشد و الله برای هر کس که بخواهد چند برابر میکند و الله گشایشگر و دانا هست. و در آیت دیگری فرموده و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. و آنچه از مال انفاق میکنید برای خودتان است و جز برای طلب خوشنودی الله انفاق نکنید و آنچه از مال انفاق میکنید پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده میشود و به شما ستم نخواهد شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که سختی از سختی های دنیا را از شخص مسلمان دفع نماید خداوند سختی از سختی های روز قیامت را از او دفع میکند. کسی که با فقیر سهولت و آسانگیری کند خداوند امور او را در دنیا و آخرت سهل و آسان می سازد. و کسی که عیب و گناه مسلمان را بپوشاند خداوند گناهان او را در دنیا و آخرت می پوشاند و خداوند در کمک بنده می باشد وقتی این بنده در کمک و یاری برادر مسلمان خود بوده باشد. و در حدیث دیگری فرموده هر کس سواری اضافه ای دارد آن را به کسی بدهد که مرکبی ندارد و هر کس توشه اضافی دارد آن را به کسی بدهد که بی توشه است. و انواع مال ها را ذکر نموده. در نتیجه این گونه برداشت کردیم که هیچ از ما حق و اموال ما ذات بر نیازش ندارد. و از مهمترین ستونهای امنیت اجتماعی تحکیم و رعایت مبدأ برابری میان مردم است، چون مردم همسان دندانهایشان با برابر هستند. و در مجتمع های مترقی و پیشرفته میان افراد آن بر اساس زبان و رنگ و نژاد تمایزی وجود ندارد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ای مردم بدانید که پروردگار شما یکی است و پدرتان یکی است، بدانید که هیچ عربی بر غیر عرب برتری ندارد و نه غیر عرب بر عرب برتری دارد و نه سرخ پوست از سیاه پوست بهتر است و نه سیاه پوست از سرخ پوست، مگر که ملاک و معیار برتری در تقوا و پرهیزگاری است. معیار برتریت میان افراد مجتمع توانایی و تخصص و نیروی کاری است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود و سلام در بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. بدون شک تحقق امنیت محیطی از اساسی ترین ستونهای امنیت اجتماعی است، چون با این امنیت توسعه محیط از ایراد هر گونه زیاد و خطر حمایت می شود.
خداوند متعال می فرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر مسلمانی درخت بکارد و انسان یا حیوان و یا پرنده از آن بخورد تا روز قیامت برای صاحبش صدقه به حساب می آید. و در حدیث دیگری فرموده ایمان 60 و چند شعبه دارد که برترینش گفتن لا اله الا الله می باشد و پایین ترین بخش ایمان برداشتن خار و خاشاک و هر چیزی آزار دهنده از سر راه است. پس ما چقدر نیازمند هستیم تا همه تلاش های خود را برای تحقیق امنیت اجتماعی و حفاظت آن مبذول بداریم و همه نهادهای دولت از قبیل ارتش، پلیس، قضات، خانواده، نهاد آموزش، نهادهای دینی و فرهنگی و مدنی را تقویت و تکامل ببخشیم تا امنیت برای همه افراد جامعه با تلاش های همبسته آن متحقق گردد. ای پروردگار بر ما و بر مصر و بر همه کشورهای اسلامی نعمت امنیت و آرامش را دائمی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.